همه خاطرات من چقدر تو بزرگی. بزرگ چقدر تو بزرگی. بزرگ چقدر تو با گذشت. فریدون بوی عطر خودتو میده. میدونی عاشق زیاد داری، همه تو ایرانن، همه جای جهانن. اسم فریدون فرخزاد تاریخ ارزشمند ایرانه و از طرف بچه‌های ایران از طرف عاشقانت، اونایی که دل بهت دادن و یه سر تو فکر و مغزشونی و برات دعا میخونن که آرامش داشته باشی، ایران به آزادی خواهد رسید و این آرامش رو تو در دل خاک بعد از 44 سال راحت با آرامش میخوابی. قول بهت میدم جانم فدای ایران، جانم فدای بچه های خیابان انقلاب آزاد. از طرف بچه های ایران، از طرف اونایی که اومدن پیش تو، اونایی که تو خیابونا کشته شدن، از طرف من، مانا، شبنم، بچه ها، خانم صفایی، روشن، همه اونایی که دیشب اونجا بودن که خوشحالی منو تو رو زیاد کردن، جات خالی بود. از طرف پرستوی صالحی که عاشقانه دوستت داره و این زن حقیقتی بیش نیست، مثل خودت یک دست و یک رنگه. از طرف پوری بنایی عزیز، سالار زنان سینمایی طلایی، الهی زنده باشی پوری جونم، الهی سایتون بالا سر هممون باشه. از طرف اسطوره صحنه های ایران از 6 سالگی تا به امروز همچنان می درخشد گوگوش عزیزمون. گوگوش جان، این گل قشنگ از طرف شما به نیابت از شما تقدیم می کنم به فریدون فرخزاد عزیز. از طرف همه بچه های ایران، بچه های پادشاهی، بچه های آریایی، از طرف خاندان ایران ساز پهلوی، از طرف شهبانوی ایران فرح پهلوی، از طرف شاهزاده ایران رضا پهلوی، عاشقان دوست داریم. خدای رنگین کمان نگه دارت باشه انشالله. زنده باد ایران آریایی، زنده باد ایران پهلوی، زنده باد مردم پرقدرت پادشاهی، زنده باد پرچم شیر و خورشید ایران، زنده باد ایران و ایرانی.
باید سلام شاهنشاهی داد به نیابت از همه عاشقان فریدون. در کنار شخصیت والایی ایستادم در آرامگاه تاریخ ایران، دکتر فریدون فرخزاد. یه چیزی رو که هموطنان ما خیلی هاشون ممکنه ندونن که این آرامگاه به این زیبایی رو ما به خاطر وجود با معرفت جناب آقای علیرضا قلی‌پور داریم، چرا که پیکر زنده یاد فرخزاد در جایی به خاک سپرده شده بود که متاسفانه میخواستن با بولدوزر بکنن و همه جنازه های اونجا رو همه رو با خاک یکسان کنن، ولی از اونجایی که خداوند در وجود این انسان مهر آریایی، عشق آریایی، عشق ایران، عشق فرخزاد را در وجودش مهر کرده، اجازه نداد که فرخزاد ما بدون جایگاه بمونه و نامش فراموش بشه. به همین دلیل این مکان، این خونه رو برای فریدون فرخزاد با پول خودش به هر طریقی این زمین رو خرید و امروز شده یه همچین گلستانی که میان گلاشو پرورش میدن، میان میشورن، آب میدن، تمیز میکنن. این مکانی که الان من ایستادم مکانیه که قبلا فریدون فرخزاد عزیزمون قبر کوچولو داشته و اعلام میکنن که هر 15 سال یک بار قبرها رو کنفیکانش میکنن، بولدوزر میندازن، زمین رو زیر و رو میکنن، جنازه ها رو از بین میبرن. اما جناب آقای علیرضا قلی‌پور از اونجایی که اون شرف آریایی تو وجودشه و رفاقت با فریدون فرخزاد زنده یاد، اجازه ندادن که این جنازه با خاک مخلوط بشه و از بین بره. به همین دلیل برایشون با پول خودشون یه جایی رو خریدن و جنازه فریدون رو از تو زیر خاک در آوردن و به محل جدید بردن و برای همین است که ما پیکر اون لبخند قشنگ زنده یاد فریدون فرخزاد رو در پیکر مجسمه‌اش داریم، میبینیم و همیشه برامون زنده است و میاییم به زیارتش. و برای من زیارتگاهیه که اعتبار من اونجا خوابیده، شخصیت من اونجا خوابیده و اعتقادات من و ما و اونهایی که عاشق ایران ایرانیان در این خاک غریبه خوابیده. و الحق که زنده باشی جناب آقای علیرضا قلی‌پور که اینقدر حق رفاقت رو به جا بود. و جناب آقای قلی‌پور که در حقیقت زحمت بسیار بسیار برای شاهنشاه آریامهر ما در قاهره میکشند، سالی دو بار سه بار چه تاریخای شما اونجایی؟ تولد ایشون، وفات ایشون، تولد رضا شاه و عید نوروز من در خدمت پادشاه هستم. چند سال جناب؟ 33 سال من میرم اونجا، چون 33 سال پیش علی‌حضرت اومد به خواب من که قلی بیا قاهره، من خیلی تنهام و من خوشحالم که در از این 33 سال اون پادشاه متنها نذاشتم. البته 44 ساله من برام مبارزه میکنم
من عاشق رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر هستم، چون ما هر چی داشتیم و داریم از رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر و خاندان پهلوی بود. و بعدم من نه هنرمند بودم نه نویسنده، نه چاره پریدون دوست من بود چون عاشق ایران بود. من حق رفاقت رو، من ورزشکار بودم، مربی بانوان بودم، قهرمان والیبالیست بودم، ولی فریدون زمانی که از مونیخ اومد تو ایران تا زمانی که ایران رو ترک کرد یک انسان با شرفی بود، اومد برای جونش رو در راه وطن گذاشت. و من یک افتخاراتم اینه که همیشه خاطره فریدون رو اینجا زنده نگه می‌دارم، زنده نمی‌ذارم هیچ وقت خاطره فریدون از خاطر. الان خوشبختانه کسانی که اصلا فریدون رو نمی‌شناختن و زمان این آدمخورا به دنیا اومدن، من دیدم مرتب میان اینجا از ادب میکنم. درود به شرف همه ایرانی‌های وطن پرست و پهلوی‌خواه و برای همه عزیزانی که در عرض این 44 سال جان پاکشون رو از دست دادن، درود میفرستم. درود. و روح همه‌شون شاد. خیلی متشکرم. شاد. من میگم که این پیکر بی جان ولی با شرف دکتر فریدون فرخزاد، آیا جناب آقای قلی‌پور نازنینمون، آیا به امانت سپرده شده به ایران خواهد رفت در زمانی که شبه؟ البته بعد همینجا باشه خیلی بهتره گوشمورانی، چون من همیشه میگم مقبره پادشاه تو قاهره باشه، به ایرانی ها میتونن بیان مسافرت، هم تفریح کنن، هم به دیدن این عزیزان برن. چون متاسفانه در تاریخ ما هر چند سال یک مرتبه یه اتفاقاتی میفته و دیدیم که این آدم خورا که اومدن مقبره رضا شاه بزرگ ما رو نیر با خاک یکسان کردن. دقیقاً. اتفاقاً اگر فریدون من اینجا باشه و شاهنشاه من در قاهره باشه، به جای اینکه این ایرانی‌ها بلند میشن پیاده میرن کربلا، بلندشن بیان قاهره، هم بیان به زیارت پادشاه، هم تفریح کنن. و از بعد این خواسته من، البته من به همه عقاید احترام میذارم، خواستتون معتبره و ولی برای اینکه اینا همیشه اینجا باشن خیلی بهتره. امترم. دقیقاً. ما از همینجا سلام میکنیم به روح بزرگ انور سادات، واقعاً درود، که در زمانی که شاهنشاه ما، پدر آریامهر ما، پدر تاجدار ما، با خیانت دشمنان غیبی روبرو شده بود، در خونش رو به روی خاندان پهلوی و شاهنشاه ما باز کرد. روحشون شاد، یادشان همواره گرامی. و من زمین کشور قاهره رو میبوسم برای اینکه پادشاه من در اون سرزمین خوابیده و با احترام. واقعا همینطور که شاهنشاه جان گفت، پرزیدنت سادات یک اسطوره‌ای بود. چون شما میدونید در زمان ما همه این کشورهای عربی هر موقع گرفتار بودن یا احتیاج داشتن میامدن پیش اعلیحضرت ما. بله. ولی زمانی که اعلیحضرت گرفتار شد، یعنی مشکل پیش اومد، هیچ کدومشون به داد اعلیحضرت نرسیدن. ولی سادات تنها کسی بود که به جیمی کارتر گفت جیمی اگر محمد رضا نیاد قاهره، من قرارداد کمپ دیوید رو پاره میکنم. درود. و اومد اینجا و جونش رو در این راه گذاشت و یک اسطوره بود. و البته من هر سالم مقبره پرزیدنت سادات رو اونجا گلبارون میکنم و برای خانوادهش خیلی ارزش داره. درود بر شما. برای همین اونجا رو ما میتونیم بگیم دومین کعبه ما هستش. محلش انقدر جای خوبیه که تمام خانواده فاروق مقبرهشون اونجا هست. بله میدونم. و باور کنیم، و یکی از افتخاراتم این بود که پرزیدنت سادات زمانی که اعلیحضرت اومده بود خواستگاری ملک فوزه، ایشون سطفان بودش که در کاخ ملک فاروق نی اونجا خدمت میکرد و همیشه میگفت که من عاشق محمد رضا هستم و جونش رو در این راه گذاشت. حتی همین عید امسالم خیلی خوشحالم که مقبره زیبا شده بود، پسر ملک فاروق از سوئیس تشریف آوردن اونجا و باعث افتخار، انقدر احساس غرور میکردم خدا شاهده. و از دوستانم هم ممنونم که همیشه در این راه ها منو همیاری میکنن، کمک میکنن
و هیچ وقت نخواستم منتظر بیگانه باشم. همیشه از ایرانی های اصیل میان پرست درخواست کردم و میکنم و امیدوارم که بتونیم برای پیروزی و سربلندی بازم خود ایرانی ها تصمیم بگیرن. قربون همتون، خیلی متشکرم. جناب قلی‌پور، من میخوام از اینجا در مقابل مردم شریف و وفادار پادشاهیمون از شما یه اسپشیال تشکر داشته باشم. سالیان سال جناب قلی‌پور میدونن که من مرید خاندان پهلوی آریا مهرم و سالیان سال از جانب من هر ساله نوروز، سالگرد تولد پادشاه، در هر شرایطی که جناب قلی‌پور در اونجا در قاهره زحمت میکشیدن و از طرف همه گلهای زیبایی رو با نامشون حک میکردن، یکی از اون گلها رو از آن من دانستن و همیشه من اسمم رو دیدم و افتخار کردم به یک همچین شخصیت والایی، یه ایرانی، یه رفیق، یه ایران پرست، یه پادشاه پرست واقعی داریم که براش دعای خیر میکنیم. من ممنونم از تو. البته اینجا هم چند تا رفیقای داشتم که بی نظیر بودن، مثل شهرام جاویدپور، مثل تیمسان جناب جاویدپور، که واقعاً اون شهرام جاویدپور یک اسطوره ای بود، مخصوصا تیمسا جاویدپور واقعا الهی زنده باشه، دیگه مادر نمیذاره. و خیلی از دوستای دیگه هم اینجا بودن، تیمسا چاپاری بود و تیمسا نعمتی بود، اینا همه جا جناب آقای روحانی بود اومدین. بعد خیلی من از همه دوستان بازم ممنونم و از منم ممنونم. قربونتون برم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و فریدون عزیزمون رو به خدای رنگین کمان کیان کوچولو. درود بر همه عاشقان ایران، بچه‌های سرزمین ایران، خیابان انقلاب آزادی که جانشون رو کف دست گذاشتن، دختر و پسر رفتن برای آزادی. پاینده باشید. پاینده ایران. نصیب هر کسی نمیشه ها. آب بریزی بشوریش. من امیدوارم هر ایرانی در بن از اینجا رد میشه یه سری بیاد و دکتر فریدون فرخزاد رو زیارت کنه. و بگه که تو مرد بزرگی هستی، ما کمتر کسی از این هنرمندا داریم که اینجوری
جانشون رو برای یه ملت بدن و سرفراز و پر افتخار فریاد بزنن. زنده باشن همه هنرمندانمون. اما تو چیز دیگه ای کسانی که دلم پیش شماست، غم ایران همه تشویش شماست، تا فریدونم و فرخزادم، شعله آتشم و فریادم. دل من آتش جاویدان است، مرده و زنده من ایران است.